لحظات عادت‌های دخترانه. به طرف گفتم بدترین لحظه عمرت کی بود؟ گفت وقتی دختر خاله‌ام رفت تو اتاق چراغا رو خاموش کرد و گفت بیا تو. منم لخ شدم رفتم تو اتاق، یه چراغا روشن شد، همه گفتن تولدت مبارک. ریدمال اعظم. سلام، چاکرم، نوکرم، من ایکس میلادم. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز قراره با هم دیگه ویدیوی رندوم داشته باشیم. یه پیج بالی پیدا کردم یه سری چیزهای سم میذاره. البته اول ویدیو یه سری چیزهای رندوم داریم و بعد میرسیم به اون پیجه. قراره داخل این ویدیو کارهای بالی کنیم. همونجوری که از روی تامنیل ویدیو دیدید قراره مسائل حساس رو راجعش صحبت کنیم. پس تا انتها همراه من بمونید. بالاخره تیکه گم شده اپل پیدا شده. مقعد حالا شده که برای یکی اینو بخوایم بفرستیم بعد یه دفعه بگی که از اینو پاک کنین چون فکر کردین زیاد خندیدین. برای من که زیاد پیش اومده. دستای کسی که میگه ببینمت میزنمت. چیزی که ما میبینیم چقدر زیباست این بچه. خیلی خوشگله. چیزی که داره بچه میبینه. مقعد چهار تا. بعضیا خیلی میکشید بالا خدای زشته. آقا پسر عزیز، موچ پای شما جذاب نیست، شلوار بلند بپوش حمال یا بکش پایین اون پاتر. حالا من نسبت به این قضیه، آدم میتونه نسبت به این قضیه هیت بده، ولی خب درستش اینه که به پوشش همدیگه احترام بذاریم، ولی خب تا جایی که واقعا دیگه درسته، نه دیگه مثلا از اون بره بوم نگفتیم. هر بلایی سرمون بیاد میگن آزمون الهیه. اینجوری حساب کنیم ما ایرانی ها از پاس کردن همه آزمون الهی الان دیگه همه فوق لیسانس الهیات داریم. من که خودم دکترای الهیات دارم. به ایران کل دنیا تقریبا بخوایم حق به این مسئله نگاه کنیم، نخوام حالا مثلا یه جوری نگاه کنیم به صورت تعصبی، کل دنیا یه سری مشکلاتی دارن مردمشون، ولی خب ایران بدتر و خیلی بیشتره. نمیخوام مانع یا مثلا بگم نه اینطور نیست. تیپ میذاریم میری بیرون سگم نیست برات هاپ هاپ کنه. حالا کافیه ساعت 12 شب با زیر پیرنی بری بیرون بخوای نوشابه بخری، از عشق اول دیرفته تو استاد دانشگاه تو شهردار و منطقه همه جلوت سبز میشن. این قانونه توی دنیا، بهش فکر کنم قانون مورفی اجتماع نکنم، حتی توی این موردم وقف میکنه. نمیدونم درست گفتم یا نه، که مثلا تو وقتی یه چیزی رو بخوای نیست، ولی وقتی نخوایش هست. مثلا من الان عمم نیست الان، ولی وقتی نخوامش هست من شروع چشام. شام مهمون بودیم سر سفره، بابا میگم اون پارچه آب رو میدی؟ زد پس کلم و نزدیک بود سرم بره تو پشتخواب. میگم چرا میزنی؟ میگه خاک تو سر خرت کنن، آب که خونه خودمونم هست، جوجه بزن بدبخت. از شدت فام بودم واقعا وای وای هار هار دارم میخندم الان. هر موقع عکس شناسنامه‌مو میبینم میفهمم این ذات آدمه که باید قشنگ باشه. مأموره که اون مأمور انتری که انتر برقی که از ما عکس میگیره واسه شناسنامه و کارت ملی، از اجدادش با ما پدر کشتگی داره. این نمیدونم کجای زندگی من زخم زدم که اینجوری عکس شبیه عصبه. من چشمم به دوربین مداربسته مغازه ها میفته و ناخودآگاه حرکاتم مشکوک میشه. شما هیچ راست میگی، مثلا وقتی پلیس میبینه آدم یا مثلا یه دوربینی میبینه یا یه چیزی که میبینه خیلی مثلا حالت امنیتی داره، آدم رفتارش مشکوک میشه. یه کرمی درون آدمه، مثلا به خودش هم میگه نگو کن این پلیس اینجاست، من وای وای الان مرا میگیره. بعد وقتی که همین اتفاقی میفته دو دقیقه بعد به خودتون میگین وای الان دستگیرم میکنه، بهم شک میکنه. بعد پلیس میاد رد میشه، اصلا شما رو به هیچ جاش حساب نمیکنه. فقط یه ایرانی میتونه به جای اینکه یه قدم بیاد جلو دم سفره بشینه، سفره رو میکشه سمت خودش. راست میگه، حتی خارجی ها کشورهای دیگه سفره ندارن در کل، من همیشه میز میشینم. شاید یه عده کوچیکی باشن ولی اونا فقط میز نارخوری و غذاخوری دارن. حالا این پیج باحال آخر هر پستش یه چالش میذاره که من اون چالش ها رو از شما میخوام. حتی قبل از اینکه چالش رو بریم، هزار تا کامنت نمیرسونید این ویدیو رو، دو حرف آخر رنگ مورد علاقت رو بچسون به دو حرف آخر فامیلیت و اسم مساعدت رو اعلام کن. همین الان دو حرف آخر رنگ مورد علاقت و دو حرف آخر فامیلیت رو همین الان انجام بده ببینم چی میشه تو کامنت ها. و یک چالش باحاله. مغز جالبترین عضو بدنه. از زمان تولد تا موقع مرگ خوب کار میکنه، اما به وقت امتحان زارت میرینه، یعنی میزنه در اصل.
درس کلن واسه انسان نیست. احساس میکنم یه مسئله جدا از انسان و زندگی درس خوندن. نمیدونم چی بگم اصلا. یه وسیله تو دستشویی هست اسمش دمپاییه، اما هیچ وقت دم پا نیست. دورترین نقطه دستشویی پار شده، احتمالاً نفر قبلی بالبال زده تا دم در. اینم حقیقت محضه، یعنی میشه به عنوان یه فکت بهش نگاه کرد. من هر موقع میری تو توالت، میری تو دستشویی، اصلا دستشویی جلو در خونه، دمپایی نیست، انگاری لوله برده بخوره. استفاده از دستمال توالت تو ایران اینجوریه که اول خودتو خوش میکنی، بعد باید یه بار دیگه آب بکشی تا دستمالایی که به چسبیدن برن. من تا حالا با همه سنی گردن دستشوی از دستمال استفاده نکردم. آدم تا دست ساره از دستمال استفاده نمی کنن. نمیدونم خارجی ها چجوری دستمال فقط میکشن آب نمیزنه. قدیما طرف خونه کرایه میکرد، بهش میگفتیم ایشالله سال بعد همینو میخری. الان جوری شده که بهش میگیم ایشالله سال بعد بتونی همینو تمدید کنی. گرونی دیگه نگم، خود دیگه متوجه میشین. شما وقتی تو تاکسی نشستین و تاکسی از مسیری که بلدی نمیره، فکر میکنی میخواد بدوزدتون، یا فقط من این توری توته بلدم؟ دقیقا من هم همین طوری هم. مثلا اسنپ که میگیرم، همیشه اسنپ که میگیرم یه مسیر خاص میره، ولی وقتی مسیرش عوض میشه دیگه میگم 100% این دوزه، این انتر میخواد بدوزه و ما رو ببره دره خراب. چیز میگم کلیهامونو دراره. مسواکتون رو هر 3 ماه یه بار عوض میکنین. من یه مسواکم اونقدر استفاده کردم که این اواخر دندونم اونو تمیز میکرد. فکر کنم دور و برای 13-14 سالم بود یه مسواک خریدم و تا الانم دارمش. یعنی پایبند به مسواکم واقعا. عبارتی وجود داره به اسم، نه کلا میگم، قشنگ میتونی حرفتو بزنی و ماله بکشی روش. آدمای این مدلی رو باید رید بهشون واقعا. مثلا میان بهت میگن وای تو چقدر زشت شدی، تو شبیه ان شدی. نه نه کلی میگم، در کل خوشگلی ها، ولی خب کلی میگم. تو عمت مستراب شوره. بریم سراغ چالش این پست. بچه شما هم همزمان با چالش این پست تو کامنت ها یه شرکت کنید. آخرین چیزی که خوردی میشه اولین چیزی که با رلت قراره در آینده بخوری. حالا بهمون بگو چی قراره با هم بری کنید. حالا شما بگیدونم چی خوردین آخرین بار چی. اصلا البته چیزای بدو ننویسین تو کامنت ها. اما اون حداقل یه بار سعی کردیم همه ی رنگا رو با هم فشار بدیم. اینم میشه واقعیتیه که میشه به عنوان یک چیز تو تاریخ همه انسان ها ثبت کرد. ولی آچه عجیب نیست واسه شما چرا همه انسان ها شبیه همه افکارشون؟ مثلا یه جور فکر میکنن، میخوان یه کاری رو انجام بدن و اینو بارها ثابت شده بهمون. نمیدونم عجیب، انگاری همه یه حالت خاص برنامه ریزی شدن. واسه من جالبه. شما هم نوشابه رو توی درش میریختیم و کم کم میخوردین. اینو من انجام دادم، اینو به شخص خودم انجامش دادم. وقتی هوا سرد و وانه بود میکنیم داریم سیگار میکشیم. اینا واقعیت هایی هن که به عنوان مثال مثلا همه آدم ها انجام میدن و دارم چرت و پرت میگم. واقعا چرا این کار رو میکردیم؟ پاکون همیشه دست ما تو عذاب بود، هی میکردیم توش مدادمون رو سوراخ سوراخش که میکردیم این زار میزد، ما نمیفهمیدیم. هممون بچگی خائن بودیم و این چوش میگن شکنجگه. حداقل یه بار صدا تو ضبط کرد ببینی واسه خوانندگی خوبه یا نه. من بچه یه آدم میاد همش سودای خوانندگی داشتم، یعنی خیلی دوست داشتم خواننده بشم. اصلا صدامو ضبط میکردم، آهنگ میخوندم، شعر مینوشتم، شعرهای چرت و پرت که هر انسانی اونا رو میشنوید عملا از دنیای موسیقی خدافظی میکرد. واسه این کار هم هیچ وقت دلیل منطقی پیدا نمیشه. این کار رو دیدم خیلی ها انجام میدم، ولی خودم تا حالا انجام ندادم، چون از این همیشه تو بچگی حالت فوبیا داشتم، میترسیدم که این یهو دهنمو میگیره قورت میده. مرز. وقتی سعی میکردم قطبای همنام دو آهنربا رو به هم نزدیک کنیم، وای 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 قشنگ داره یاد نوستالژی چیزای قدیمی منو میندازه. اینم
چیز جالبی. اون وقتایی که موقع پریودی با هر چیزی اشکت سراسیر میشه. خب اینجا میرسیم به موقع حالا عادت‌های مامانی که حالا خانم‌های دخترای خانم‌ها دارن و راجبش یه سری پست‌ها گذاشتیم پیج، گفتم حالا یک جورایی که حالا حالت همگردی باشه اونا رو بگیم به عنوان یک کانتنت و یک محتوا، ولی خب گریه میکنه با این تبلیغاش بود. این هر دختر فکر اینجوری باشه، شما تو کامنت ها بگید وقتایی که یهویی و بی مقدمه سورپرایزمون میکنه، از زندگی بیزارم و اینو که من درکش نمیکنم، ولی و منی که دوست دارم تو این وضعیت همش بخورم، گروتسه میشن فکر کنم اگه اشتباه نکنم. واقعا اینطورید یا نه؟ واقعا اینطوری یا نه؟ و اما دلدردی که از شکستن 100 تا استخون هم بدتره. خیلی عجیب غریبه و فکر کنم جزو دردهای عجیب کل دنیا باشه اونجوری که من میدونم، اونجایی که فقط غذای ناسالم و کشت و کشتار آروممون میکنه. این چی؟ اینو من نفهمیدم. و اما دوش گرفتن موقع پریورده این شکلیه، وایش بد، وای این چقدر خوبه، اینو کلن از بسن دفتر خاطرات عزیزم از همه متنفرم. کلن عجیب غریبه واقعا واسه پسرها، مثلا درک نمیشه این موضوع. ولی به هر حال یه چالش داره این پوست بشه. تایپ کن قرار نبود 3 نقطه و بذار ادامهشو کیبوردت بگی. بچه شما هم همین الان تو کامنت ها این کار رو انجام بدید. خب بریم سراغ یه چند تا فکت، فکرم فکت مانند اشتباه نکنم، بریم ببینیم چی هم. اگه به طور مداوم 8 سال و 7 ماه و 6 روز فریاد بزنین، انرژی صوتی لازم واسه گرم کردن یه فنجون قهوه رو تولید کردین. صدای مومو گاب ها تو کشورهای مختلف دنیا با هم متفاوته و گاب ها هم مثل انسان ها لهجه خاص خودشون رو دارن. الان یه گاوی مثلا جنوبی گاوی شد واقعیه یا نه من نمیدونم. وزن کل موریانه های جهان 10 برابر از وزن همه انسان ها بیشتره. نشون میده که موریانه ها چقدر زیادن و اگه یه نفر گیر اینا بیفته مقعدش پاره. تقریبا 3% از یخ های قطب جنوب از ادرار پنگوئن هاست. What the fuck. مورچه ها هم شمردن بلدن و قدم هاشون رو واسه مسیریابی میشمارن. عجیبه واسم، ولی نباید زیاد غیر قابل باور باشه، چون که همه ما داریم روی یک کره زندگی میکنیم و یه چیز عجیب غریب داریم زندگی توی یه جای عجیب غریب داریم زندگی میکنیم و هممون با همدیگه یک جورایی دیگه ممکنه یه سری چیزهایی که ارتباط با همدیگه داشته باشن داشته باشه، چیزهای مشترک. گربه‌ها فقط برای برقراری ارتباط با انسان‌ها میو میو می‌کنن. What؟ روز تولد شما حداقل با 9 میلیون نفر دیگه یکی. اینو این حقیقت داره، شاید از بقیه مطمئن نباشن ولی این حقیقته. میریم سراغ پست بعدیش. این یک سری باورهای احمقانه که تو بچگی داشتیمه و بریم ببینیم آیا حقیقت داره یا نه. شما تو کامنت‌ها همراهی کنید. معلم‌ها تو خونه‌هامون دوربین گذاشتن. فکر می‌کردم خورشید زنه و ماه مرده. دقیقاً منم همین فکر رو می‌کردم. گوزنا و آهوها با هم زن و شوهرن. تو دستشویی به خدا فکر کنم میرم جهنم. هر جا بریم ما هم همراهمون میاد. تو باغچه پول بکاریم درخت پول در میاد. من فکر میکردم اگه تو باغچه تخم مرغ بکاریم درخت تخم مرغ در میاد. فکر نمیکردم تخم مرغ یه جای دیگه در بیاد. امام خمینی و خامنه‌ای با هم دوتاشن و فکر میکردیم امام خمینی خداست. اینو راست میگم، من تو بچگی همینو فکر میکردم. آدم ها کوچیک میشن و میرن تو تلویزیون. پامون از پتو بیاد بیرون جنا میخورنش. راستی پتو واسه هر انسان نقطه امنه. خارج اسم کشوره. اول من مثلا دغدغه بود، مثلا میگفتیم بیریم خارج، خارجی ها میخوام بیان ایران چی میگن؟ نمیدونستم واقعا به ما میگن خارج. وقتی فهمیدم مثلا زندگیم چند روز رو هوا بود. تو مدارس شبانه شبا میرن کلاس. واقعا اینطور نیست، مدارس شبانه عصر هستن، فقط اسم شبانه است. و این هم یه چالش داره بچه، بدون خوندن مثلا کامنت و اینا اسم 3 تا میوه رو بگو که هر کدوم یه نقطه داشته باشه. اسم 3 تا میوه رو بگو هر کدوم فقط یه نقطه باید داشته باشه. چالش باحاله.
میریم سراغ بعدی. چرا تو توالت فکرمون آزاده و انقدر خوب میاندیشیم؟ تو توالت منبع فکر و افکار هر انسانه. من خودم تو توالت ممکنه فیلسوف بشم. چرا به جای شب عروسی نمیگن شب دامادی؟ اینا از سوالهای احمقانه است. چرا موقع خواب هرچی سوال و اتفاقه یاد این مغز بی صاحب میاد؟ چرا کسی واسه صبحونه کسی رو مهمون نمیکنه؟ صبحونه دیگه آدم بیدار میشه با اون صورت نکرش پر ورم، بده کیو هم دعوت کنه، اعصاب خورد. مسئولین وقتی میرن خرید به کی فوش میدن؟ خودشون دیگه. میگن I read them the فلان فلانم که اینجوری گرون همشه. چرا به شترمرغ نمیگن شترخروس؟ هواپیماها بوق دارن. و بریم سراغ چالش پسته. تایپ کن من عاشق خوردنه، بذار ادامهشو کیبوردتون براتون بنویسه. فقط حواستون باشه چیزای انتربرقی بازی ننویسین تو کامنتا. خب بچه‌ها بریم سراغ پست بعدی و جالب‌های بعدی. صدا میتونه مردمک چش رو گشاد کنه، حتی کوچیک‌ترین صداها. با ها نشد. ما انسان‌ها تنها گونه‌ای هستیم که اشک عاطفی تولید میکنیم. یعنی مثلا اگه بقیه حیوان‌ها اشکشون از سر اون قده‌هایی که تو چشمشونه تولید میشه، ما نه، ما دلایل عاطفی هم داریم. و بقیه حیوانات، بقیه موجودات اگه این اشکی از چشاشون میاد، در واقع اونها عاطفی نیست و از روی غریزه و طبیعت اون مردمک چشمه. و هیچ وقت اشتباه نگیرید با اینکه اونها هم عاطفی میشن. ناخن انگشت میانی دست زودتر از همه ناخن روش میکنه. موقع گوش دادن به موسیقی ضربان قلبمون با ریتم آهنگ هماهنگ میشه. اینو نمیدونستم. قلقلک دادن خودمون یه کار غیر ممکنه. همین الان سعی کنید خودتون رو قلقلک بدین. ولی یه کار غیر ممکن نیست. یه جایتون میتونید قلقلکش بدیم. اونم کف پا آدمه. فکر کنم الانم دارید تست میکنین انتر برقی. کف پاهامون در طول روز حدود 1 لیتر عرق تولید میکنه. یعنی عملا هرچی میخوریم و آب اون میرینه پیش. بینی صدای انسان رو شک میده. بینی صدای چرا صدای ضبط شدهمون با صدای اصلیمون متفاوته؟ الان این مورد واسه کیا صدق میکنه تو کامنت حتما بنویسید. البته با رشد وسایلی که توی ضبط صدا تأثیر دارن باعث شده این اتفاق که مثلا صداها همیشه با کیفیت‌ها رو بهتر میشه. چرا میگن 4 زانو بشیم؟ ما که 2 زانو بیشتر نداریم. اونی که اولین بار ساعت رو اختراع کرد از کجا فهمید ساعت چنده؟ چرا هر وقت مریض میشیم به خدا قول میدیم که دیگه آدم خوبی باشیم؟ اینم جالبه. و در کل آدم وقتی مشکل رو گرفتاری گیر میکنه هم بازم همینو میگه. دقیقاً. واسه هم سواله که چرا چسب مایه به ظرف خودش نمیچسبه؟ تو کامنت هر که میدونه بگه. چرا وقتی آب میخوریم میگیم مزه هیچی نمیده، ولی وقتی یه چیز بیمزه میخوریم میگیم مزه آب میده؟ چرا آینه دستشویی از همون آینه های دنیا ما رو جذابتر نشون میده؟ و بریم سراغ چالش پست. آخرین چیزی که کپی کرده رو زیر همین ویدیو پست کن، کامنت کن. بریم چند تا فکت جالب و باحال راجع به کلاً فضا و اینا ببینیم. و چه خبره؟ غروب خورشید توی سیاره مریخ به رنگ آبیه. خیلی قشنگه، ولی اونجا نمیشه متأسفانه زندگی کرد. ردپای فضانوردان سفینه آپولو تا 110 میلیون سال دیگه روی کره ماه باقی مونه. فکر کنم به خاطر نبود هوا اشتباه نکنم. 1 سال سیاره زهره کمتر از 1 روزمونه. واو. انسان تو فضا بدون لباس فضانوردی تنها حدود 15 ثانیه دوام میاره. فضانوردان برای 1 سال زندگی تو فضا باید 730 لیتر عرق و ادرار بازیافتی بنوشن. زمان در زمین سریعتر از فضا میگذره. یک لباس کامل فضایی ناسا 12 میلیون دلار هزینه داره. واو. و بریم سراغ چالش. بنویس اگه خدا بخواد من 3 نقطه بذار ادامهشو کیبوردت بگه. بچه‌ها دمتون گرم. خسته شدم. لایک سابسکرایب کامنت یادتون نره. لژندهای واقعی در کامنت ها بنویسن آینه دستشویی.